دولت ز دستگیری مردم به پا بود، دولت ز دستگیری مردم به پا بود، فانوس این چراغ به دست دعا بود. هر دل که نیست یاد خدا در حریم او، سرگشته تر ز کشتی به ناخدا بود. سلام عرض ادب، درود و احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان ما در هر کجا که زندگی میکنن، در هر گوشه گوشه ای از این جهان پهناور و بویژه در کشور زیبای ما کشور افغانستان و دیگر کشورهای فارسی زبان، تاجیکستان و ایران، برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی میبینید. انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشین. بسیار بسیار تشکر میکنم که باز هم برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را انتخاب کردید برای دیدن، انشالله استفاده کردن. امیدوارم که عزیزان تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. شماره تماس برنامه هم که زیر نویس میشه عزیزان، در هر لحظه ای که خواستید با همکاران ما در ارتباط شوید، اگر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید، بسیار ما رو خوشحال میکنید که اگر نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما به سراغ کارشناس محترم برنامه، مهمان خوب ما خانم حسینی میریم، روانشناس بالینی، و گپ و گفت خود با ایشون آغاز میکنیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. انشالله که آغاز هفته پر از شور و سلامتی و خیر باشه. انشالله بسیار تشکر از شما خانم حسینی. بینندگان عزیز و محترم، موضوعی که در هفته های گذشته روزهای شنبه با کارشناس محترم خانم حسینی صحبت میکردیم، مسائل مختلف مرتبط به کودکان استثنایی بود، اما این جلسه آخرین قسمت از برنامه است و آخرین مورد از کودکان استثنایی که کارشناس محترم با ما و شما صحبت میکنن. خانم حسینی عزیز، یک خلاصه بسیار مختصر برای بینندگان عزیزی که نبودن ما پیوستن را بدین که موضوع ما در این هفته اخیر در شنبه گذشته چی بود و بعد به سراغ موضوع امروز بریم. موضوع کلی ما کودکان استثنایی بود، کودکانی که با کودکان همسن و سال خود کمی متفاوت تر بود، از لحاظ هوش، بهره هوشی کم توان تر بودن، از لحاظ حرکتی، از لحاظ کلامی، از لحاظ گفتاری متفاوت بود و دارای سندروم هایی بود، مثل سندروم داون که شکل های یک رقم دارند در کل جهان، مثل میکروسفالی که سرای بسیار ریزه داشتن، و مثل کودکان نیمه شنوا، ناشنوا، کودکان کم بینا، نابینا جزء برنامه های ما بود که گذشت تا که رسیدیم به کودکان استثنایی، کودکان هیدروسفالی. کودکانی که حالا شما عرض کرده بودین قبل برنامه، معنای هیدروسفال یعنی هیدرو به معنای بزرگ، کلان، کلبته لغت یونانی است، و سفال به معنای سر است. کودکانی که دارای سر بزرگ از حد و کلان هستن بسیار، و این سر در حال رشد، و این که یک اختلالی هست که مایه به نام مایه مغزی نخایی که در مغز باعث کارکردهای مفید است، و هر وقت که این بیش از حد جمع شود در اطراف سر فشار وارد میشه و این باعث میشه که جمجمه به خاطر تورم هر روز به رشد اضافه شود و کلانتر و بزرگتر از حد عادی و طبیعی شود. یعنی خانم حسینی، ممکنه که در ابتدای تولد معلوم نباشه چنین چیزی، ولی خب در حینی که اینمی طفل کلانتر شده، مره جمجمش کلان شده، پدر و مادر متوجه شدن، بله. یا در معلوم نباشه بعدا نامشه. بله، علتش هم هست یا انواعش که هیدروسفالی قبل از تولد هم هست، یعنی نوزاد در جنین رحم مادر داره ای آرزه میشه که وقتی متولد میشه بسیار مشخص است که میشه مادرزادی، سرش کلانتر است و همون شرایط ویژه هیدروسفالی رو داره. اما باز طفلی هست که موقع تولد سالم است، عادی است، در دوران کودکی علائمش بروز پیدا میکنه و مشخص میشه که ایشان هیدروسفال است، و حتی ممکنه دوران طفولتش بسیار عادی بگذره، در دوران نوجوانی یک سری شرایط برش بروز بکنه که همون علائم هیدروسفال است، و حتی تا با بزرگسالی، میانسالی، تا 60 سال این احتمال خطر وجود داره که یک شخصی دچار هیدروسفال شود، که حالا بزرگسالانش هیدروسفال عادی است که ممکن است سرشان بزرگ نباشه، اما علائمی که یک طفل هیدروسفال داره این شخص میتونه و
برش مبتلا شد. چه علائمی میخوان اومه زنیم کنداشت؟ علائمی اطفال، اولی که اگر مادرزادی باشه و ایک توی دوران طفولیت همو تجمع مایه مغز نخای باعث میشه که سری اطفال هر روز کلانتر و بزرگتر شد. من یک نمونه کلیپ دیده بودم که یک نوزادی که مادرزادی هیدروسفال بود متولد شده بود تا 3-4 ماهگی سرش حدود 8 کیلو شده بود. طفل بسیار جسه ریزه داشت ولی سرش همچنان در حال رشد بود و این امکانش البته بسیار کم وجود داره که در این وزن 8 کیلو و 9 کیلو هم یه اطفال برسه. اما علائمش متفاوت است و افراد بستگی داره به شرایط جسمی، فیزیکی، روحی، روانی و حتی خانوادگی هم بستگی داره. خب در نوزادان بزرگتر مشخصش ملاج سرشان است که برآمده تر است، نرم تر است و مشخص تر است که باید خانواده ها و مراقبین دقت داشته باشه که اگر با این عارضه روبرو شون حتما تحت نظر دکتر باشه و مشاوره لازم در این زمینه بگیرن. و این که چشمای اطفال رو به پایین است، این بالاتر دیگه سعی نمی کنه، کلن رو به پایین و چشمهای افتاده دارن، گریه های شدید داره و طولانی در نوزادی به خاطر دردشون، چون فشار برای مغز وارد میشه به خاطر همون تجمع مایه. خب دوچار گریه های شدیده، حالت تهوع و استفراغ پی در پی و مداوم داره، همیشه در حال خواب آلودگی است، بدنشون بسیار کسل، بی حرکت، ناتوان و لنجور مانند است، بسیار کم انرژی است در نوزادی، عضلاتش هم بسیار ضعیف است. یه نوزادان در مکیدن و شیر خوردن هم بسیار مشکل داره، در واقع مشکل تغذیه داره، به خاطر همو ضعف بدنی و عضلانی یعنی حتی عضلات کام و اینها همه ضعیف نمیتونه بسیار ضعیف است، مشکل داره در بلعم، مشکل داره در مکیدن هم مشکل داره. ای در نوزادی است و در طفولیت، نوجوانی و بزرگ سالی تقریبا علائم مشترک است. حالا در کودکی همون بزرگی سر وجود داره، در نوجوانی شاید کمتر باشه و ای که گفتیم باز بستگی به افراد متفاوت داره، به شدت بیماری داره. و ای که پیشگیری اگر انجام شه، یعنی درمان صورت بگیره، خب این علائم کمتر میشه. بله علائم کمتر میشه و میتوانه پس درمانی وجود داره. بله و ای که از یک زندگی مطلوب برخوردار میشه، خب در ای دوران هم سردردهای شدیده، برعکس که در نوزادی گریه های بسیار شدید داشت، در کودکی گریه های کوتاه همراه جیغ مانند است، منتها کوتاه است، سردرد است، حالت تهوع باز دارن، استفراغ دارن، تعادل حرکتی ندارن. یه افراد به خاطر ضعف بدنیشون از راه رفتن عاجز هستن و اگر رسیدگی نشه خب ممکنه عضلات به مرور خشک شوه و واقعا دیگه تا آخر عمر نتونن راه برن. و یکی حرکات دستشون هم شله، لکنت زبان دارن، مشکل یادگیری داره، در صورتی که ذکر نشده که کم توان ذهنی باشه، ذهنشان کامل است، منتها به خاطر شرایط جسمی ممکن است به مرور اختلال در یادگیری برایشون ایجاد شود. به خاطر آسیبی که به مغزشان ممکنه بله و هم شرایط جسمیشان باعث میشه که مثلا بچه‌ای که در مکتب میرن تأخیر یادگیری برشون انجام میشه، هم که به خاطر شرایط سرشان که بزرگتر هست حالت انزوا و استرابی اطفال هم بیشتر میشه. و اینکه تغییر شخصیت در نوجوانی بسیار دیده میشه، باز هم من میگم به خاطر برخورد جامعه است. تغییر شخصیت بچه منو بدخوی میشه، تند مزاج میشه، ممکنه باز خجالتی شوه، باز ممکنه که از اجتماع
گریزان باشه و ای که در یک گوشه خود پنهان شوه، به خاطر که مورد تمسخر قرار میگیرن نگاه مردم و اینکه شاید همسنفانشان و همسالانشان از ای که ای سر بسیار کلان و غیر عادی داره مورد تمسخر قرار بگیره. من گفتم که وقتی در دوران طفولیت یک پسر بچه همی مشخصات داشت، سر بسیار کلانی داشت که ای هر وقت که در کوچه می آمد که بازی بکنه، خب بچه های کوچه جمع می شدن و همزمان صدا می زدن که هفت کله. یک لقب برش می ماندن. خب او درگیری ایجاد می شد، خب برای که از خودش دفاع می کرد، پرخاشگری می کرد و ای که تا بالاخره پذیرفته شود عجابه. درست. خانم سینی اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، بینندگان عزیز و محترم یک میان برنامه رو ببینیم، باز بعد از او انشاءالله مفصلتر در مورد همین بیماری با کارشناس محترم صحبت خواهیم کرد. اللهم صل على محمد المصطفى سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. عزیزان شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه، خانم حسینی روانشناس بالینی، با موضوع کودکان هیدروسفال. خانم حسینی شما فرمودید که خب سر اطفال کلانتر است از حالت عادی و تفاوتش با دیگه اطفال مشخص میشه. خانم حسینی برخی از اطفال هستن در برخی از خانواده خب بالاخره دیده میشه دیگه که سرشان کلان هستن، تایفهشان، خانوادهشان سرشان نسبت به دیگه اطفال کلانتر است، باز برخی از خانواده سرشان ریزتر است. از کجا معلوم میشه که حد مشخصی داره هیدروسفال، یا ممکنه که اشتباه گرفته شوه اتف دکتر تشخیص بده هیدروسفال است ولی باز بعدن معلوم شوه که نه به خاطر خانوادگی شد؟ نه نه، او که گفتین در حد عادی است و من تا به چشم شاید نه، خب بالاخره طایفه ها و کشورها و فرهنگ ها انسان ها متفاوت آفریده شده. این یک استاندارد و یک عدد مشخصی داره که موقعی گفتیم که در میکروسفالی عرض کردیم که وقتی طفل به دنیا میاد تا 24 ساعت در شفاخانه دور سر تمام نوزادان گرفته میشه و یک استاندارد و یک عدد مخصوص بین المللی هست که بر اساس او اگر از او عدد بسیار کمتر باشه میشه میکروسفال، اگر از او عدد بسیار بیشتر باشه میشه کودکان هیدروسفال و ای که او هر روز در حال بزرگتر شدن است. همراه با سن طفل ای اگر تحت درمان قرار نگیره بزرگتر و کلانتر میشه. خانم حسینی یک تقریبا ضرور مثل انگلیسی وجود داره، میگه هر کس که کلی کلانتر، سری کلانتر داشته باشه پس مغز کلانتر داره، هر کسی که مغز کلانتر داشته باشه پس هوشیارتر است. در مورد کودکان چه رقم است؟ آیا اینا هوششان عادی است یا بالاتر از میانگین است، پایینتر از میانگین است؟ این کودکان هوش عادی دارن، این کودکان میتونن از یک زندگی عادی برخوردار باشن اگر همراه با یک تیمی که از گفتار درمان، کار درمان، پزشکان، مراقبان از لحاظ آموزشی، تربیتی، ابزارهای لازم در اختیاری اطفال قرار بگیرن میتونن دارای یک زندگی مطلوب باشه، شغل داشته باشه، تحصیلات عالی داشته باشه. باز هم من یاد خاطره افتادم، در صنف 6 بودیم، یک همچین دختری در مکتب ما درس میخوان که اتفاقا من همین چند وقت پیش این خانم در خیابان دیدم، با همون قد بسیار کوتاه و سر تقریبا بزرگ، منتها وارد جامعه است شده، تحصیلات دانشگاهی رو گذرانده و از یک زندگی عادی برخوردار است. خب زنی اگر این اطفال کلانتر شوند، ازدواج کنند و اینها، احتمال وقوع این بیماری در نسلشون بیشتر است نسبت به افراد عادی؟
او احتمالش بیشتر است که باز هم با مشاورای ژنتیکی گفتیم میشه قابل پیشگیری باشه. و حتما مشاور بیشتر صحبت کنید که اگر یک خانواده نگران باشن که طفلشان این رقم شوه یا نشوه، چه راههای پیشگیری وجود داره؟ برای هیدروسفالی پیشگیری مطلق وجود نداره که ما بگیم این کارا را انجام بدین که طفلی دارای هیدروسفال نداشته باشه، اما یک سری شرایط رو میتونن مهیا بکنن، مثل همی که حتما اگر موردی در فامیلشون باشه مشاوری ژنتیکی را انجام بدن و ای که عکس برداری و سونوگرافی در دوران بارداری هم امکانش گفته بسیار ضعیف هم قابل تشخیص هست برای اطفالی که هیدروسفال مادرزادی است که او را تشخیص میدن که کودک شما به احتمال داره هیدروسفالی هست، که حالا اجازه سقطش هم ممکنه بده و گاهی والدین حاضر هستن که همون طفل به دنیا بیا با همون شرایط و بزرگشان بکنه، و ای که حتما مادر در دوران بارداری باید بسیار از مادر مراقبت شود. من میگم خب رسیدگی به یک زن باردار وظیفه خانواده، همسر، اطرافیان و جامعه است، چرا که شرایط روحی، روانی و جسمی این مادر حتما باید در نظر گرفته شود تا یک طفل سالم و دور از آسیب به دنیا بیاره. مثل عفونت ها، مادر باید در معرض عفونت های خاص قرار نگیره، مثل مننجیت ممکنه آسیب به جنینش وارد بکنه، مثل بیماری سرخچه، بله سرخچه ممکنه اگر مادر در دوران بارداری دچار سرخچه شوه این امکانش بسیار زیاد میشه. و ای که با پیشرفت علم، خب هر روز یک علم جدید یک دروازه باز میشه و امید انسان به سوی بهتر زیستن در حال رشد و پیشرفت است، خدا رو شکر. و ای که پیشکاری واکسن بسیار مهم است. خب چه واکسنی؟ واکسن ها، کل واکسن هایی که در کارت های واکسن مندرج هست از خانه بهداشت و مادران باردار، بله هم مادران یک سری واکسن های مخصوص داره و هم طفل، طفلی متولد میشه خب از بعد به تولد یک سری واکسن ها هست. من نگران هستم، میگم این واکسن ها بالاخره نامشون هم رویشون هست میگه که میکروب ضعیف شده است. بله. خب چرا این میکروب را مستقیم وارد یک جسم و جان سالم بکنیم؟ خطر داره و گروه هایی وجود دارن که نفی میکنه چنین چیز. شما به عنوان کسی که تجربه دارن در این زمینه صحبت کنید. خب میگیم واکسن درست همون میکروب کشته شده است، متا یک پاتن ایجاد میکنه، سیستم ایمنی بدن وارد میکنه و گاهی میگیم یک چیزی که مال خودش است مال خودش از بین میبره، مثل همین میکروب کشته شده همون مثلا بیماری سرخچه، خب واکسن سرخچه رو میزنن که تا او سرخچه از بین بره از لحاظ پزشکی. پس ای یک فکر باطل است که واکسن نزنیم، چرا که او هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، در صورتی که همین واکسن ها بوده مثل واکسن فلج اطفال که در کشور ما بسیار شیوع داشت و خوشبختانه با زدن واکسن فلج اطفال بسیار درصد اطفالی که فلج اطفال بودن در کشور ما بسیار کاهش پیدا کرده و همچنین در سطح جهان. و یکی از راه های پیشگیری که بسیار من میگم مطمئن هست همی زدن واکسیناسیون، هم مادر که با توجه به پزشکشان خواهد گفت یا کمتر باشه، ولی اطفال حتما از بد و تولد تا 6 ماهگی تا 2 سالگی این واکسن هایی رو که برش لازم است حتما باید زده شوه. درسته. خانم حسینی، شما در مورد کودکان هیدروسفال صحبت کردید و که فرمودید که حتی دوستی داشت که در هیدروسفال بود و باز کلانتر شد، یک زندگی عادی داشت و اینها. ما برایم سوال شد که کلگی اطفال هیدروسفال اگر که مورد مراقبت قرار بگیرند و حمایت شوند در زمینه تحصیلی و زمینه‌های مختلف، همه امکان داشتن یک زندگی عادی دارن؟ میگه نه. بله، همه اینها دارای گفتیم هم خفیف و شدید داره، منتها با درمان به موقع، یعنی هر چی که درمان به موقع باشه که یعنی آسیب بله و عارضه بیشتر و کلانتر نشوه، امکانی حتی آمارها نشان میدن خوب شدن این اطفال.
متوقف شدن، ای که یک وسیله جدید در پزشکی جدیدن استفاده میشه برای این کودکان که سرای بزرگی دارن، یک وسیله لوله مانند داخل مغز کاشته میشه به نام شانت هم میگن، شنت هم میگن، یک وسیله است که مایه های اضافی اطراف مغز تخلیه میکنن و این ممکنه تا ذکر شده و تا آخر عمر در سرش باشه، یا یک مدتی پزشکا تعیین میکنن که این مایع مغزی را از سر طفل کم میکنن. حالا سرش شاید در همون حدی که روش کرده در همون حد بمانه و بزرگتر نشه و این طفل بسیار سالمتر و خوبتر میشه و ای که باز هم گفتیم از لحاظ بقیه اعمالشون هم باید رسیدگی شود، مثل گفتار درمانیشون باید رسیدگی شود، مثل ای که مشکلات حرکتی داره حتما باید با کار درمانی و مشاوره که خانواده ها یاد بگیرن از کار درمانشون در خانه طفل یک جای نمانن. خب این اطفال گفتیم به خاطر ضعف بدنی و انرژی کم خب خوابالود هستن، همیشه خب خوش دارن خواب باشن، کار خاصی رو انجام ندن، حتی شاید نخواهن که وسایل شخصی خود جمع جور بکنن و کارهای شخصی خود انجام بدن. وظیفه والدین ایست که حتما این طفل مجبور بکنن، البته با مهر و محبت، با تشویق و تحسین، و ای که بازم تأکید دارم عزت نفس و اعتماد به نفسی عزیزان حفظ شده و پرورش داده شده، این اطفال قادر باشن کارهای شخصی خودشون رو انجام بدن. همزمان چون عضلات کار نمی کنن ممکنه به مرور خشک شوه. پس وظیفه والدین و مراقبین کودکی است که بذاره این طفل با دست و پای خود بازی بکنه. من میگم خب اطفال وسایل مورد نیاز در اختیارشون قرار بدم، وسایل که آسیبزا نباشه، شیشه ای نباشه، خطرناک و قابل شکستن نباشه، در دست یه اطفال بدن، مثل توپای خیلی نرم، قاشق یا ظرف کاسی که از جنس پلاستیک هست و نخ و سوزن برای اطفال داده شوه، نخ همزمان مثلا داخل سوزن بندازن، چرا که هم ذهنشان درگیر شوه، هم چشمشان فعال شوه و هم که حرکات انجام شد، میتونن تسبیح ها، دان های تسبیح رو پخش بکنن و این اطفال جمع آوری بکنن، همزمان اعداد شمارش برایشون یاد بدن، همزمان کلمات بایشون کار بشه و این که باز هم صبوری والدین و مراقبین بسیار نیاز است. خانم حسینی، من الان به یادم اومد که قدیم بود که مثلا میگفتن که اگر یک نفر یک طفل سرش کلانتر باشه، باز او یک نفر بسیار شول است، یک نفر بسیار تنبل است. باز ما اون رقم قضاوت میکردیم که خب یک نفر که باز سرش کلان بود، او رو میگفتیم که تو انسان تنبل هستی، تو یک انسان شول هستی. چه بسا شاید که از همین مواردی بوده که هیدروسفال بوده. بله، متاسفانه این این قضاوت های وجود دارد. اگر حمایت خانواده باشه، اگر که همطور که شما فهمید راهکارهایی که وجود داره خانواده انجام بدن، هر کسی میتونه یک زندگی کاملا عادی داشته باشه. بله بینندگان عزیز و محترم، قبل از اینکه میان برنامه را ببینیم، عزیزان و بزرگواران، برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، میتونید که برنامه را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی ببینید، انشالله استفاده بکنید. برنامه های گذشته را هم ببینید، برنامه های تمام برنامه های تلویزیون هادی، برنامه روشنا که به صورت لایو پخش میشه، در سایت تلویزیون جهانی هادی آرشیف شده و شما عزیزان میتونید ببینید، استفاده هم بکنید. یک میان برنامه را ببینیم، برگردیم.
خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. عزیزان و بزرگواران، انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. بحث ما کودکان هیدروسفال است. اگر که در بین فامیل خودتان آشنایان خودتان چنین موردی وجود داره، میخواید که تجربه خودتان را با ما به اشتراک بگذارید، همین الان هم میتونید از طریق شماره تماسی که زیرنویس میشه از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید، نظرات خودتان را، تجربه خودتان را، سوالات خودتان را برای ما بفرستید. انشاءالله سعی میشه که به تک تک سوالات شما عزیزان پاسخ داده شوه. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی، روانشناس بالینی. خانم حسینی، بحث در باب کودکان هیدروسفال است، یک دسته خاص از کودکان استثنایی که قطعا به دنیا آمدن یه اطفال چالش های خودش را برای والدین داره، سختی های خودش را دارم. اما شما به عنوان کسی که در زمینه کودکان استثنایی سال هاست که کار کردید، فکر میکنید که چه شیوه هایی، چه روش هایی، چه راهکارهایی وجود داره که والدین بتونن استفاده بکنن یا مربیان بتوانن استفاده بکنن برای اینکه این کودکان یک زندگی نسبتا عادی رو تجربه بکنن؟ بله، خب گفتیم این کودکان از لحاظ جسمی هم دچار مشکل هستن. ممکنه یک از عوارضشی باشه که به مرور بیناییشون بسیار کم شوه، حالت دوبینی داشته باشن، شنواییشون، ضعف حرکاتشون و گفتارشون. خب قطعا وظیفه خانواده، مکتب، کودکستان و دولت ایست که دست به دست هم بدن و آموزش های لازم مراقبین و والدین ببینن و داشته باشن. اولین برخوردش خب قطعا تولد چنین کودکانی او آسیب‌های روحی و روانی سنگین از لحاظ روحی روانی و هم اقتصادی بر خانواده ها بسیار دارن. و ای که باز هم تاکید میکنیم خانواده ها اولین برخوردشون ایست که پذیرش داشته باشه و سعی بکنن با آگاهی و دانش خود یک کیفیت زندگی مطلوب برای کودکان هدیه بدن و ای که حتما با کار در در تماس باشه، چرا که این اطفال گفتیم اگر ازشون کار کشیده نشوه به مرور کسالتشون بیشتر میشه، خواب‌آلودگیشون هست، بازم افزایش پیدا میکنه و ای که رو به تنبلی میره و ای که بقیه نباید کاری اطفال انجام بده. این اطفال وادار بشه به ای که گپ بزنن، وادار بشن به ای که داستان نقل بکنن، شعرخوانی را حفظ بکنن، قرآن کریم برای اطفال آموزش بدن. هرچند که بسیار سخته، منتهای اطفال گفتیم از هوش عادی برخوردار، پس این توانایی را داره، منتها از لحاظ تغذیه باز هم باید به این اطفال بسیار رسیدگی شود، چرا که ضعف عضلانی داره. با مشورت پزشک ویتامین های مورد نیاز برای اطفال، غذاهای سالم برای اطفال داده شده و ای که ای اطفال رو وادار بکنیم راه برن، چون مهمترین کار ایست که عضلات پای اطفال به برور خشک نشوه. میتونن از وسایل و ابزار کمکی استفاده بکنن، حتی میتونن برای اطفال عصا بدن و کمترین کار ایست که من میگم داخل اولی و خانه قدم بزنن آرام آرام. دفعات اول خب والدین شاید کمکشون بکنن، اما از دفعات بعدی بذارن این کودک خودش گام برداره با عصا، با وسیله به نام واکر که بتونه عضلات خودش تعادلش پیدا بکنه یا از دیوار گرفته شوه. سرش بسیار کلام باشه در حدی که نتونه که گردن خود نگه داره، ممکنه خب اگر رسیدگی باشه نشوه، خوی اطفال سر بسیار کلانی داشته باشه. و باز هم گفتیم اگر تحت درمان نباشه که هر روز بزرگتر و کلانتر میشه و او آسیبش بسیار جدیتر هست. و حتما کسی که من میگم والدینی که نتونستن از این طریق اقدامات اولیه رو انجام بدن بسیار سخت میشه. پس این والدین اولین آگاهیشی با یک سری مشاهدات اولیه خوی طفل تحت درمان قرار میگیره، با یک سری داروهایی که مصرف میشه خوبی عوارض کمتر میشه و خانواده قادره که کمک های اولیه و درمانی رو در خانه شروع بکنن. و ای که خب گفتیم این اطفالا کمک بکنن دفعات اول، اما بعد بذارن که از یک وسیله کمکی استفاده بکنن، قدم بردارن، حتی من میگم داخل کوشه برن و ای که همراه خودشان برای خریدی اطفالا ببرن با کمک، تا کم کمی اطفال قادر باشن که یک مسیری را برن و برگردن. و از ورزش ها
استفاده بکنن، مثل ژیمناستیک میتونه بسیار برای اطفال مفید باشه. تمرینات کشیشی را با اطفال در خانه کار بکنن یا من میگم در باشگاه مخصوصی اطفال روان بکنن همراه با یک مراقب که بتونه از عضلاتش کار گرفته شوه و همزمان درگیری ذهنی داشته باشه. و ای که باز برای اطفال باید شخصیت بینیم، یه اطفال گفتیم به خاطر وضعیت سرشان ممکنه خودشان شرمنده باشه از حضور در جمع و اینکه منزوی شوه و رو به افسردگی و استراب تجربه بکنه. خب اینجا والدین وظیفه بسیار مهمی داره که آرامش روحی و روانی و امنیت خاطری اطفال فراهم بکنه. هر چقدر هم که والدین تلاش کنن، بالاخره حضور اجتماعی، مثلا اگه والدین طفل خود به مکتب بفرستن، خب اطفال دیگه تعجب میکنن که چهرهش متفاوته، باز ممکنه یک برخوردی بکنن که ای ناراحت شه. فکر نمیکنن در این شرایط ای که این طفل در خانه بمونه بهتر از اینکه حضور اجتماعی داشته باشه؟ توانمندی ها، ما همیشه این میگم، اگر یک انسانی توانمندی های بالقوه‌ای داشته باشه، مهم باشه، یک کار خاصی را در جامعه انجام بده، دیگه بسیار کم اتفاق میفته که جامعه نگاهش به چهره، ظاهر و قد او فرد باشه، بلکه به توانمندی او توجه دارن و او برد میشه. گفتیم همین قضیه که برای من اتفاق افتاده بود، هم مدرسه و هم مکتبی من این شرایط داشت، ما یادمون نمیاد که کسی در اون موقع نگاهی متفاوت برای طفل داشت. چرا که او درسش خوب بود، کارهای ورزشی خارق‌العاده انجام میداد و هیچ کسی صفت ناپسند بر او نمیزد و نگاهش هم متفاوت نبود. پس ما سعی بکنیم او فرزند خود توانمند بار بیاریم. شاید یک استعداد خاصی داشته باشه، او استعداد او رو پرورش بدیم و ای که او فرزند وارد جامعه بکنیم. گفتیم بازم نگاه جامعه با توانمندی تغییر خواهد کرد. درست. حتی گزارش هایی که دیدم، یک دختری با همین شرایط بود، در سن نوجوانی از 16 سالگی دچار هیدروسفال شده بود، منتهی بسیار توانمند بود. خودش در یک مرکزی کار میکرد که این توانمندی را میخواست به کودکان هیدروسفالی دیگه آموزش بده برای خانوادش و بسیار انسان موفق از لحاظ تحصیلات، از لحاظ منبع اقتصادی رشد کرده بود. چرا که خودش را پیدا کرده بود. این همراه با کمک والدین و جامعه امکان پذیر است. این در یک شرایطی که والدین با عدم رسیدگی و عدم دقت میتونن که خدای نکرده طفل خودشون رو به یک سمت و سوی ساق بدن که او یک انسان افسرده، یک انسان ناتوان و یک انسان ناراحت باشه، میتونن برعکس تلاش بکنن یک انسان بسیار بسیار موفق همشه. و خانم حسینی عزیز، در پایان برنامه هستیم، اگر که در حد 3-4 دقیقه یک جمع‌بندی نسبت به کل برنامه هایی که در خدمت شما بودیم، هفته های متوالی که در خدمت شما هستیم بفرمایید، بسیار از شما تشکر میکنم. من درخواستم ایست که چون خانواده پایه و اساس هر جامعه است و من میگم یک کارخانه انسانسازی است که طفل در او رشد و نمو پیدا میکنه و او طفل وارد جامعه میشه، چرا که برای جامعه و مردم خدمت بکنه. و حتما توجه شوه به مادران عزیز، چرا که خب بار سنگین مسئولیت ای کارخانه انسانسازی، من میگم مدیریتش با مادر است، چرا که مادر یک طفلی را 9 ماه در رحم خود نگه می دارد، 2 سال برای او شیر می ده و تا آخر عمر از او به عنوان فرزند مراقبت می کنه. پس اگر مادر از عفونت ها دور شوه، اگر مادر از لحاظ روحی و روانی آرامش داشته باشه، اگر به مادران عزت داده شوه، اگر مادران را گرامی بداریم و شرایط فیزیکی، جسمی، روحی، روانی و امکانات رفاهی یک مادر باردار تدارک ببینه خانواده و حتی من میگم جامعه، قطعا ما یک کودکی سالم، با نشاط و عادی خواهیم داشت. هرچند که کودکان استثنایی ما کودکان عزیز، دوست داشتنی، قابل احترام هستند، نه قابل ترحم. گاهی ما ترحم میکنیم، دلسوزی میکنیم و این خودش میتونه یک آسیب برای خود ما باشه و این که یک تحقیر ممگون به مخاطب استثنایی ما باشه. پس با وجود داشتن کودکان استثنایی، باز هم من میگم عزت نفسشان حفظ شود،
امکانات اولیه رفاهی، پزشکی، درمانی و آموزشی حتما از طریق خانواده، جامعه برای اطفال فراهم شود تا این اطفال هم از یک زندگی عادی، مطلوب، دارای خانواده، شغل، تحصیل انشاءالله در جامعه برخوردار شود و ما یک مدینه فاضله داشته باشیم انشاءالله با کمک همدیگر. درست است. و خانم حسینی، برنامه متعددی که ما در خدمت شما بودیم متوجه شدیم که هزینه های نگهداری از کودکان استثنایی بسیار زیاد است. یک همت عالی میطلبه از طرف جامعه و ببینش از طرف دولت. اگر که دولت ادعا میکنه که دولت حاکم بر مردم است، باید خدمت بکنه به مردم و ای اطفال و خانواده های ای اطفال را هیچ وقت نباید فراموش بکنه. این شعری که در من ابتدای برنامه خانم حسینی خواندم، امروز روز بیاد صاحب تبریزی شاعر بلندآوازی فارسی هم نامگذاری شده، شعر از صاحب تبریزی بود به عنوان که دولت دستگیری مردم به پا بود، فانوس این چراغ ز دست دعا بود. حمایت کنیم از افرادی که نیازمند هستند در این برهه زندگیشان به حمایت ما، و امیدوار باشیم که از دعای خیری از افراد ما بتانیم که دولتمان پا بر جا باشه. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز و بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و همراهی کارشناس محترم برنامه. از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.